سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص نرم افزار ثبت رزرو ها و نوبت دهی صحبت بکنیم. خب این یه نرم افزار خیلی ساده هستش که مثلا فرض کنید شما یه رستورانی دارید یا جایی دارید که مردم زنگ میزنن به تو و میگن من فلان ساعت میخوام بیام و رزرو بکنم، حالا میز رو رزرو میکنن یا هر چیز دیگه. شما لازم دارین اسم اون شخص رو، حالا اگر رستوران هست تعداد افرادی که قرار بیان رو، با همراه شماره تماس و یه یادداشتی ثبت بکنین که داشته باشین چه کسی چه ساعتی قرار بیاد رزرو بکنم، اگر دیر کردم مثلا باشون تماس بگیرین. خب بیشتر از این هم لازم ندارین. خیلی وقتا مثلا میبینین توی رستوران ها میخوایم بریم پر هستش، اسم افراد رو میگیرن میگن باتون تماس میگیریم که این خیلی راحت این کار میکنه، یا مثلا مطب پزشک هستش میخواد فقط ثبت کنه چه کسی چه ساعتی قراره بیادش. خب وقتی که این نرم افزار واسه بار اول باز میکنین، ممکنه یه ریبون زرد رنگ اینجا ببینین که ازتون میخواد ماکرو رو اینیبل کنه. حالا این رو اینیبل کانتنت بکنین، شاید دو تا ریبون زرد رنگ ببینین که یکم وارنینگ سکیوریتی باشه که اون رو هم اینیبل کنین که بتونین ادیت بکنین این فایل رو. پس اینیبل رو میزنین. خب وقتی اینیبل رو بزنین میتونین از این فایل استفاده بکنین. اولین کاری که باید بکنین داده ها رو حذف بکنین. ما اینجا یه سری داده های تست داریم، خاطر همین اول شما میتونین داده ها رو حذف بکنین که داده های خودتون رو وارد بکنین. خب بقیهش دیگه خیلی ساده هستش. فرض بکنیم مثلا شخص زنگ زده و یه اسم گفته، اسمی که میخواد رزرو رو انجام بده. میتونین حالا کد ملی چیزی اگر خواستیم مثلا در بررسی بکنیم، کد ملی هم بزنین که کد ملی طرف رو همون زمان ببینیم، ولی اسم رو مثلا میزنین. تعداد افرادی که قراره بیان، مثلا اگر رستوران باشه 4 نفر قراره بیان، یه میز 4 نفره لازم داریم، شمارش رو ثبت میکنین و یه یادداشتی اگر لازم بود، مثلا درخواستی که داره گل بعد اونجا بذاریم یا هر چیز آماده باشه رو هم میتونیم اینجا داشته باشیم اگر لازم شد. خب بعد باید تاریخ رو بزنیم. ببینیم به صورت پیش‌فرض اینجا ما چند تا دکمه قرار دادیم که راحت بتونید تاریخ رو وارد بکنید. شما اینجا خودتون میتونید مثلا سال، ماه، روز، ساعت و دقیقه رو دستی وارد بکنین و بزنین هر ساعتی که هستش. بعضیا دقیقه رو شاید لازم نداشته باشن، میتونن خالی بذارن یا اصلا بذارن هر چیزی که میخواد باشه دیگه، اگه لازمش ندارن همینطوری بذارن باشه، یعنی که صفر بذارن. خب میتونین پس وارد کنین، یا اینکه از این دکمه استفاده کنین. مثلا من اگر دکمه ناو رو بزنم، تاریخ الان زمان همین الان رو بر اساس سیستمتون میخونه و میذاره اینجا. میخوام مثلا یک روز بعدش باشه، اینجا پلاس 1 دی رو میبینین، یعنی یک روز دیگه. پس همین ساعت روز بعد میتونه این رو قرار بده. البته اگر دوبار بزنین دیگه اضافه نمیکنه بهش دیگه. اگر خواستی مثلا 10 روز دیگه باشه دیگه، اینجا میتونین خودتون تاریخ رو عوض بکنین، روز رو عوض بکنین. یا یعنی اینکه مثلا یک ساعت دیگه، مثلا من یک ساعت رو میزنم، امروز یک ساعت بعد رو واسه من میاره و اگر خواستم مثلا همین روز فردا یه ساعت بعد باشه، میتونم به راحتی این رو 19 هم بکنم. پس این دکمه ها واسه این هستش که شما رو راحت میکنه. مثلا دو ساعت دیگه ساعت 12 روز بعد میشه، بخاطر همین اینجا 19 هم شده. یا مثلا 3 ساعت دیگه ساعت 1 میشه اینجا روز بعد. پس این دکمه ها به شما این امکان رو میده که ساعت ها رو به راحتی ثبت بکنه، اگر لازم شد بعضی جاهاش رو اصلاح کنه. وقتی که تاریخ رو وارد کردین، فقط کافیه دکمه ثبت رو بزنین، داده ها میره توی اینجا میشینه واسه شما توی این جدول و هر ثبت جدید اولین سطر قرار میگیره. ببینید یعنی سطر جدید من بود، اولین سطر قرار گرفت، اینجا هم شماره من هست، قبلا یه نفر بوده، این میشه شماره 2 که تو این روز اومده ثبت شده و رزرو کرده. پس این شماره بر اساس روز همینطور زیاد میشه که من میتونم ببینم مثلا تو یک روز چند نفر یا نفر چندم هستش که نوبت چندمه که دادم بهش، و اینجا حالا بقیه اطلاعات هست و اگر خواستم مثلا جدول رو ببینم راحت میتونم اون اوایلش رو ببینم. شما میتونین فیلتر هم بکنین، مثلا من میخوام توی یک روز فقط فیلتر باشه اینجا، فقط روز 10 رو ببینم. اما اگر این کار رو انجام دادیم و اومدین یه ثبتی رو انجام دادیم، بعدش دیگه اونجا فیلترش باز میشه. مثلا ناکنه من ثبت رو میزنم دوباره، اینجا اوکی میکنم، اینجا اومده باز شده فیلتر، دیگه فیلتر نیست. پس فیلتر چون وقتی که داریم داده رو ثبت میکنیم، اگر فیلتر باشه جدول به هم میخوره، ما مجبوریم فیلتر رو پاک بکنیم که فیلتر نداشته باشه و به خاطر همین فیلتر رو برمیاریم. فیلتر پس مقطعی هست، همون لحظه اگر خواستیم ببینیم و چند نفر هستن و چجوری هستن، نگران نباشید، راحت فیلتر کنیم و ببینیم. خب
این هم میشه از جدول ما که به راحتی میتونیم ببینیم چه کسانی تو این روز هستن و نوبت گرفتن و رزرو کردن. اگر لازم شد چیزی هم ادیت بکنیم تو همین جدول راحت میتونیم ادیت بکنیم دیگه. یه سری گزارشی که کلی هستش رو اینجا واسهتون آوردیم که راحت بتونیم ببینیم مثلا توی ظرفیتتون الان چطور هست، پر شده پر نشده. اینجا کافیه سال ماه روز ساعت از ساعت این تا ساعت این رو بزنین و بهتون بگی که چند نفر تا الان رزرو کردن، چند تا رزرو داشتیم و چند نفر قراره بیان. اینا رو نذاشتیم که مثلا تاریخ خودکار بزنه، بخاطر اینکه اکثر اوقات ثابته، فقط روزها رو شاید مثلا هر روز بیان یه تغییری بکنیم، مثلا فردا 19 بشه و بخوایم مثلا عوضش بکنیم، یا ساعت اصولا ثابت باشه، یا یک ساعت یک ساعت بخوایم ببینیم مثلا اینجا میتونیم بکنینش 9، یا حتی میتونیم مثلا فرمول بنویسیم این به اضافه یک ساعت، این رو هم الان میتونیم بذاریم، مثلا بنویسین ساعت از تابع hours now استفاده بکنین. خب ساعت الان میاره تا یک ساعت بعد نشون میده و هر وقت این آپدیت میشه این هم دیگه خودکار یک ساعت میره جلو، ببینین ظرفیت تو یک ساعت اخیر چقدره، یا اینکه مثلا اگر خواستین تو 8 ساعت اخیر ببینین چطور هستش. خب این هم از طریق فرمول نوشتن. حالا من فرمولا رو بر میدارم، مثلا میذارم از ساعت 8 صبح تا ساعت 10 شب، بعد این ساعت 8 شب از ساعت 10 شب که اینجا داده رو نشون میده. خب اینجا گفتیم تعداد رزروها رو نشون میده، اینجا هم تعداد افرادی که قراره بیان، اینجا هم ظرفیت کلش خودتون رو میزنه، مثلا کلا چند نفر ظرفیت دارین رزرو بکنین. اگر یک نفر مثلا الان چون اینجا یک دارم، اگر یک ظرفیت داشته باشین اون وقت میگه آقا این الان فول هستش. حالا اینجا مثلا اگر تعداد بیشتر باشه، مثلا من اینجا این رو اگه بکنم تا ساعت 23 فکر کنم بیشتر میشه، آره تا ساعت 20 چون تازه زدم داده ها رو. خب مثلا اینجا ظرفیت 2 بکنم هنوز کمتر از 3 هستش، تا 3 هم هنوز فول هستش، اما اگر 4 بکنم این لیمیتد هستش، یعنی تا 80% اینجا ما در نظر گرفتیم. حالا خودتون میتونین عوض بکنین اگر خواستین، اینجا ناگهان 75% در نظر گرفتم. اگر تعداد رزروها به 75% برسه میگه محدود هستش، اما اگر مثلا 10 تا باشه میگه جا داریم هنوز اوپن هستش دیگه، که میتونین خودتون این رو ادیت بکنین. اینم به همین صورت هست. حالا ظرفیت رو میذارین و بعد میتونین مقایسه کنین ببینین ظرفیت دارین یا پر شدین یا محدود هستش ظرفیتتون. خب این میشه گزارش اول. گزارش دومی که اینجا واسهتون گذاشتیم بر اساس روز هستش، یعنی تاریخ امروز رو من اینجا دارم، میگم کلن تو امسال چقدر رزرو کردن، چه تعداد اومدن تو این ماه، یعنی ماه 9399 چند تا رزرو داشتم، چند نفر اومدن تو این روز، یعنی 18/9/1399 چند تا رزرو داشتم، چند نفر اومدن، و تو این ساعت یعنی ساعت 10 شب 18/9/1399 چند تا رزرو داشتن و چه تعداد اومدن. ببینین این تاریخ اینجا رو نباید تغییر بدین، جاش هم نباید عوض بکنین، به خاطر اینکه اینا همه از طریق این میخونه. اگه اینو عوض کنین این دکمه ها همه از بین میره و این فرمول های اینجا هم دیگه کار نمیکنه. پس فقط این تاریخ رو نباید تغییر بدین و فرمتش رو نباید عوض بکنین. بعد اگر چیز دیگه رو خواستین عوض بکنین، اینجا همه چی آزاد هستش، حتی اینا رو هم میتونین تغییر بدین، اینا رو هم میتونین عوض بکنین، تو این جدول هم میتونین اینا رو عوض بکنین، این ستون خودکار پر میشه، بقیه رو همه از این جدول میخونه. جای اینا رو نمیتونین عوض بکنین چون کد VBA داره. اگر خواستین چیزی اضافه کم بشه یا جای اینا رو عوض بکنین، اون وقت دیگه باید برین توی ماکروش و VBAش رو تغییر بدین، کدهای VBAش رو تغییر بدین، که اونم باز هست، میتونین اگر کسی VBA بلده خودش تغییر بده. خب گزارش آخر مربوط میشه به یه تاریخ بخصوص. مثلا من میخوام ببینم تو سال 1398 چند تا داشتم، یا توی ماهی که تو سال 1398 هستش، یا توی روز دیگه. پس این رو خودم میتونم راحت یه تاریخی بزنم، بگه که کل رزرو های من اینجا، من انگلیسی هستش، تعداد رزرو ها، به راحتی میتونین اینا نام ها رو هم عوض بکنین دیگه، همونطور که من دارم عوض میکنم، مثلا به جای افراد اشخاص بنویسین، هر چیزی که دوست دارین میتونین بنویسین.
خب اینجا هم میاد واسهتون میگه چه تعداد تو این سال رزرو داشتین، چه تعداد تو این ماه از سال رزرو داشتین و چه تعداد این روز از ماه از سال رزرو داشتین و چه تعداد افراد بودن. دیگه نکته دیگه ای نداره نرم افزار، خیلی راحت و سریع میتونین کار کنین. مثلا جایی که شلوغ هستن خیلی راحت میتونن فقط داده‌های اصلی رو بزنن و بنویسن و ثبت بکنن. ممنونم از توجهی که داشتین، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.